بحث این است که من فکر میکنم که متاسفانه مخصوصا مینستریم یا جریان اصلی رسانه‌ای در حال سانسور مسائل و مشکلات مربوط به مردانه. ما روز جهانی زن داریم، یک نمونه بارزش رو اگر بخوام ذکر کنم، روز جهانی زن مثلا 8 مارس، ولی ما روز جهانی در مثلا روز جهانی زن به مسائل زنان پرداخته میشه، در هفته سلامت زنان به مسائل پزشکی زنان پرداخته میشه، ولی ما حتی یک روز جهانی مرد هم نداریم. یک روزی از طرف مردان، از طرف در واقع فعالین مردان اعلام شد برای اینکه این روز برای مردها باشه از طرف نهادهای ضد مرد و مرد ستیز، متاسفانه اون روز رو به عنوان روز جهانی توالت اسم گذاری کردن که این عملا یک توهین بزرگ به جامعه مردانه و الان هم دارن سعی میکنن که قضیه رو به دلیل فشارهای اجتماعی و فشارهایی که از طرف اعضای جامعه بشری داره وارد میشه بدون سر و صدا این رو برگردونن، بدون هیچ گونه عذرخواهی یا پشیمانی از اینکه این توهین به مردان شده. خب حالا اگر ما بخوایم تمام این مسائل رو کنار هم بذاریم، متوجه میشیم که بیشتر از اون که ما در جهان مرد سالاری داشته باشیم، مرد ستیزی داریم. یعنی شرایط به نحوی شده امروز که اون مرد ستیزی تاریخی، اون مرد ستیزی سیستماتیکی که از بد و تاریخ وجود داشته و نمونه بارزش در جنگ ها علیه مرد هاست، در مسائل کار، مسائل حقوقی کار، اینها به جای این که به مسائل مردان پرداخته بشه دقیقا داره برعکس جلوه داده میشه و دارن میگن مرد سالاری وجود داره یا همون قبیله سالاری، حالا ما اصطلاح درستش رو به کار میبریم.